سلام به همه دوستان گلم و امرزا ماجه هستم از کانال نیکل ویب خوشحالم که امروز هم در خدمت شما ایزان هستم با قسمت هشتم دوره تریسات با HTML امروز قرار هستش که با هم یک هدر ساده رو کنیم که شامل گزنهایی بشه برای که اون گزنه ها لینک بشن به صفحات دیگر قبل اینکه آموزش رو شروع کنیم خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو حتما من لایک کنید و تو قسمت کامنت ها برام نظراتتون رو حتما حتما بنویسید و اگه سوالی داشتید خوشحال میشم که بهش پاسخ بدم بی معطلی بریم سراغ آموزش خب من ارسال دیرین بیو برم رو با کنم بسیار عالی دو قسمت فایل یک سند HTML ایجاد کنم اسمش رو میدارم سه کار سومی هست که با هم انجام بدیم و یک بار کنترل اس رو میزنم و در نه فایل های جلسه قبل که پوشه که در واقع جلسات قبل ایجاد کردم اون رو ذخیره میکنم حالا من اینکه سینتکسش رو اگه درست بنویسم این ورک رو اینجا قرار میدم بسیار عالی فقط من ابتدا یک توضیح مختصر در هدر بدم من که جلسات قبل گفتم دسته قبل ولی خب یک بار هم میگم که یادآوری بشه که کارم رو بهتر پیش ببریم ببینید اکثر وبسایت ها میشه گفته که بخش هدر رو داد این قسمت که میبینید مثلا منوها قرار گرفته همراه با جستجو و گلن محیط که بالاترین قسمت سایت هستش که شامل حالا توی دانلود ها شامل شبکات اجتماعی همینجا شده، که اینجا قرار گرفته، این بخش رو بهش میگن هدر. مثلا توی یاسانلود الان شما منوها رو مشاهده می‌کنید، این آرم یاسانلود رو مشاهده می‌کنید و بخشی رو سجو که این بخش رو کلا بهش میگن هدر. این قسمت هم هدر یاسانلود است، قسمت بالایی. حالا می‌خوام یک هدر ساده رو درست کنیم با همین با همین رنگ بکگراند و حالا یه چهار پنج گزینه که توش قرار بدیم و یک هدر ساده رو و هم ایجاد کنیم که هم با تگ هد بیشتر آشنا بشیم و باشکار کرده باشیم و هم که یک تگ دیگه که قرار استش که الان بهتون معرفیش کنم که برای ساخت بهش نیاز خواهیم پیدا کرد ببینید یک تگی داریم به نام تگ دایف یا تگ دی. که هم مقفل کلمه دیویژن هست صرف کنم شندید کلمه دیویژن رو تگ دایو، کاربردش چی هستش تگ دایو به عنوان یک تگ نگهدارنده هستش ببین شما میتونید محتوای سایتتون رو برای مثال همین بخش هده من اگر روی اینسپکت المنت کلیک کنم حالا این بخش اینسپکت المنت هم خیلی بخش خوبی هستش حتما ازش استفاده کنید و داخل مورگرها هستش اکثر رو دارنش شما میتونید بیاد کد های وبسایت ها رو تحلیل کنید ببینید که تو قسمت های مختلف هر ویدیو از چه کدی استفاده شده الان میبینید قسمت خاکستری روشن از یک تک دیو درنش استفاده شده که محتویات درنش قرار گرفته به عنوان مثال این بخش مثلا بخش پایینی دوباره ببینید درنه یک دیو قرار گرفته یا مثلا منوهایی که حالا دست آیکونی یا سانلو که اینجا نوشته اگه مشاهده کنید کل این بخش درنه یک دیو قرار گرفته پس اگه دیو یا تک کاربردش به عنوان یک تگ نگهدارنده است که شما میتونید محتویاتتون رو در نش قرار بدید بسیار عالی خب برگردیم سر کد هامون من یک تگ دیو ایجاد کردم درونش میخوام این چهار تا در واقع گزینه قرار بدم نرم افزار موبایل بازی و مالتی مدیا خب من این رو بذارم اینجا و شروع کنم به کد زدن ابتدا چهار تا تگ ای ایجاد میکنم برای اینکه لینک کنم اون گزینه هام رو به این صورت خب خیلی عالی اولین گزینه‌مو چیه اولین گزینه‌مو نرم افزار هستش من نرم افزار رو اینجا می‌نویسم بعدی موبایل هستش و بعد از اون بازی و در آخر هم مالتی میدیا. خب گفتیم دیگه برای اینکه تگ ای رو لینک دار کنیم یک اتریبیوت داریم به نام اچ یا همون هایپر که میتونید با استفاده از در واقع این هایپر بیاید در واقع صفحاتتون رو در واقع نوشتتون رو به صفات مختلف به هر جور که دلتون میخواد لینک کنید خیلی عالی من الان میام تو این قسمت هدر دانلود ها تو قسمت نرم افزار این رو در واقع نرم افزار که خودم نوشتم رو به یک قسمتی لینک میکنم مثلا سیستم عامل ویندوز کپی لینک رو میزنم و توی اچ قرار میدم دقت داشته باشید بچه ها برای اینکه در واقع صفحات اینترنتی تون تو رو میخواید لینک کنید حتما حتما HTTP یا HTTPS استفاده کنید یعنی اگه من این رو بردارم به احتمال خیلی زیاد به من نشون نمیده این آدرس رو بخاطر اینکه پروتکل HTTP یا HTTPS رو استفاده نکردم الان من یک بار تست بکنم چون من چند بار تو حالا مختلف تست کردم میبینید نشون نمیده بخاطر اینکه HTTPS رو نذاریم ولی به مثل اینکه شما HTTPS رو بزنید یا HTTPS استفاده کنید میتونید در واقع بیایید و سایتتون رو مشاهده کنید الان ببین اگه من این رو الان یک بار بک بزنم و یک رفرش کنم ببینید که با https وارد سایت شد پس حتما دقت کنید که اگه لینکتون رو قرار و لینکتون اجرا نشد یا اون صفحه که خواستید منتقل نشدید دقت داشته باشید که http یا https رو حتما حتما اول در واقع, واقع آدرس اینترنتیتون قرار بدید این از این بخش من موبایل رو هم وا کنم مثلا دسته کاربردی رو لینک میکنم به این قسمت هایپر رفت هایپر رو میزنم یه اچرف رو لینک میکنم برای بازی هم به همین صورت یه می میزنم و کشور رو بهش لینک میکنم حالا میگم هر صفحه که دلتون بخواد رو میتونید لینک کنم من دارم برای نمونه انجام میدم که این تگ ای وقتی باش کار کنیم دیگه فراموشیش قطعا سختتر اتفاق میافته و میگم کد های سیست رو باید واقعا تمرین چون خیلی فرار هستم و ممکنه که یادتون برم بعد یه مدت که باشون کار نکنید پس حتما حتما تمرین ها رو خودتون رو هم انجام بدید و دقیقا بیاد مثل من این کد ها رو بالا تغییراتی مثل بیاد مثلا اینها رو نوشته هاش رو عوض کنید خلیقایت به خرج بدید و اینها رو حتما حتما تمرین کن که یادتون بمونه خب الان من ورک رو یک بار نگاه کنم ورک رو ایجاد کردم خودم تو قسمت فایل ورک رو رو می کنم ببینید که اینجا لینک شده و در واقع با کلیک کردن رو هر بخش میرم منتقل میشم به صفحه که بهشون لینک کردم این از این خب من یک تگ دیو رو اینجا استفاده کردم میخوام با استفاده از تگ دیو یک بکگراندی به تگ دیو هم بدم بکگراند این بخش رو میخوام خاکستری کنم خب برای این کار باید چی کار کنم تگ دیو و کلا تگ های HTML یک در واقع صفتی دارم به نام صفت استایل با صفت استایل شما میتونید بیاید کتای CSS رو به تگ دیو یا حالا هر تگی که دارید استفاده میکنید با استفاده از دستور استایل و استفاده استایل بیاید و کد های CSS رو به تگتون اعمال کنید یک دستوری داریم به نام background color یک دستور CSS هستش که اولین دستور CSS که با هم داریم میخونیم من دستور background color استفاده میکنم و background color رو مثلا grey قرار رو میدم خاک سریع الان اگه نتیجه رو ببینیم ببینید که بکراندش خاکستری شد الان منوی من از چپ به راست نمایش داده میشه خب مسلما چون حالت نوشتاری انگلیسی از چپ به راست هستش یعنی از سمت چپ شروع میشه نوشتارشون خب مسلما فارسی متفاوت هست فارسی باید از سمت راست شروع بشه برای اینکه ما بیایم این رو راستشین کنیم مثل نرفسار ورد یک در واقع صفت دیگه ای داریم به نام صفت الاین ای رو بنویسید برایش اون اتوماتیک میاره ببینید اینها چهار بخش دارن خب یک الاین رایت right داریم یک الاین لفت داریم یک الاین سنتر و جاستیفای من الان الاین رایت right رو بهش میدم ببینید الان اگه من یک رفرش کنم میبینید منو منتقل شد به راست اما برای اینکه فارسی بنویسید این بخش کافی نیستش خب برای اینکه فارسی بنویسید هنوز هم نوشتار ما درسته الان از در واقع محتویات سمت راست قرار گرفته ولی نیاز هستش که ما یک صفت دیگه هم استفاده کنیم به نام صفت دایرکشن دایرکشن عملش چیه؟ عملش اینه که ببینید دو تا گزینه داره LTR و RTL حالا این گزینه ها چی ببینید LTR در واقع همون میشه Left to Right یعنی از چپ به راست ولی پایین یک گزینه دیگه داریم به نام RTL میشه یعنی چی؟ راست به چپ ببینید ساختار نمیشتای فارسی برای اینکه یعنی ما فارسی تایپ کنیم خب نیاز هستش که ساختار از راست به چپ رو استفاده کنیم دیگه با خاطر همین وبسایت پیچ و چون ال هستش ما این رو میایم روی آر قرار میدیم این دایرکشن رو بهتره که اگه سایتتون فارسی هستش بهتره که بیاید به خودت تگ بادی انسرن ازش استفاده کن یعنی این بخش رو کلا دایرکشن رو منم کات میکنم و به بادی میدم الان هر نوشته ای رو من قرار بدم از راست به چپ در واقع نوشتارش انجام میشه الان ببینید من در واقع اگه بیام چجوری مثال بزنم متوجه بشید من این رو پاک میکنم خب میخوام تفاوتش با ایلاین رو بگم ببینید من الان ایلاین رو قرار دادم دیگه اینجا راسته خب ایلاین جهت نوشتار رو عوض میکنه خب ولی دایرکشن عمل کردش اینه که میتونه میتونه بیاد بذاره آنه تو ورد قشنگ توضیح بدم متوجه بشید بذارید من ورد رو با کنم تایم ویدیو رو نگاه کنم خب دوازده رو ببینید من ورد رو با میکنم یک صفحه سیاه ایجاد میکنم کاربرد الاین چیه؟ ببینید کاربرد الاین همین هستش که اینجا مشاهده میکنید دقیقا چهار گزینه داره من الان یک سلام رو مینویسم ببینید وقتی من سلام رو می نویسم، با استفاده از این بخش یا میتونم بیام وسط چینش کنم یا راست چینش کنم یا اینکه بیام اون رو چپ چینش کنم یا اینکه مثلا جاسیفای رو بزنم جاسیفای عمل کردش که میاد مرتان رو تراز میکنم الان ما دستور الاینی که استفاده کردیم اینجا گفتیم الان رایت دقیقا همین دستور هستش همین کار رو انجام میدیم وقتی که کلیک میکنیم روی راست میاد نوشتم رو روی راست الان من اینجا سنتر رو میزنم نوشتم یه رو سنتر اینجا هم دقیقا همین هستش ببین الان اگه این رایت رو بیام بزنم سنتر نوشتم مسلما الان باید بیاد تو این وسط قرار بگیره ببین رفرش رو میکنم و میاد وسط قرار میگیره اما این کافی نیستش خب برای اینکه من خب فارسی بنویسم قطعا نیاز هستش که حتما نوشتم رو حالتش رو از راست به چپ کنم دستور دایرکشن عمل کردش یکم متفاوت دستور در واقع الان سنتر هستش دایرکشن میاد جهت نوشتار رو تعیین میکنه یعنی از راست به چپ یا از چپ برست الان من اینجا بدون اینکه دایرکشن رو بزنم میخوام یک بیرون از این قسمت یک متنی قرار بدم در تگ پیم ببینم من در تگ پیم این متن رو مثلا قرار میدم نام نام خانوادگی اوکی دو تا نوشتم در کنارش قرار میدم کنترل سیو رو میزنم چیزی که انتظار دارم اینه که الان این بعد خب من بعد از در واقع این دو تا نقطه رو آخرین کارکتر خودم قرار دادم دیگه یعنی مسلما باید این دو این در واقع این دو تا نقطه بیاد توی در واقع جلوی این نوشته من قرار بگیره دیگه ولی خب نتیجه رو با هم ببینیم میبینید نقطه کجا رفته به خاطر اینکه دایرکشن صفمون الان از چپ به راست هستش یعنی الان هر متنی شما بنویسید این رو میاد از چپ میچینه پس باید چیکار کنیم بعد بیایم به صفحه یا تگ بادیمون یا تگ HTMLمون بیاید به تگ بادی یا تگ HTMLتون یک دایرکشنی بدید اگه زبانتون فارسی هستش دی آی آر هستش که از RTL انتخاب کنید یعنی همون راست بچم الان اگه من صفحه هم رو رفرش کنم میبینید که این ترتیب نوشتاریش هم خودش با صورت اوتوماتیک اومد راست صفحه و همین که این تا نقطه جلوی نام نام خانوادگی قرار گرفت بسیار عالی این هم از منوی ما که دیدید که با استفاده از تگ دای و در واقع تگ ای تونستیم همچین منوی رو با هم ایجاد کنیم امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید به مرور میگم من فقط قصد داشتم که تو این جلسه یک مقدار شما رو با ساختار A بیشتر آشنا کنم وگرنه صفت کلا تگ A و حالا تکایی دیگه کلی اتریبیوت و صفت دارن که به وقتش بهشون خواهیم پرداخت فعلا ما در واقع آهسته میخوایم جلو بریم و کلا هر بخشی رو با هم کامل یاد بگیریم دوستان داخل آموزش اشتیه و اگر میبینید که یک متنی رو در واقع یک قسمت رو متوجه نمیشید این چشکال نداره بشین اون قسمت رو چند بار ببینید یا اگر در نهایت اگه دیدی که از توضیحات بنده مثلا یک قسمت رو متوجه نشدید کافیه که برای مثال مثلا داخل گوگل بیاید بنویسید تگ دیو مثلا من تگ دیو رو سرچ میکنم بیاید در موردش بخونید ببینید الان مثلا سایت فری لرن هستش ببینید الان تگ دیو رو ببینید چی معرفی کرده گفته که به طور کلی برای لایبندی یا بخش بندی از این تگ استفاده میشه کرد میتونید بیاد تگ هایی که من میگم رو اگر متوجه نشدید بیاد یک سرچ ساده در گوگل بزنید و حالا هر وبسایتی که خواستید میتونید مطالعه کنید و اون رو بهتر یاد بگیرید پس حتما حتما تمرین رو فراموش نکنید و همچنین سرچ تو محیط اینترنت خیلی کمک خواهد کرد که شما تصویر بهتری رو از اشتیمه توی ذهنتون داشته باشید صحبت دیگه باقی نمیمونه خوشحال شدم که این قسمت رو هم نگاه کردید حتما حتما در کانال تلگرام و پیج اینستامون هم عضو بشید میگم هر جلسه تمرین که در واقع کار میکنیم رو من درون کانال تلگراممون حتما قرار میدم و لینک تمامی قسمت های دوره های مختلف هم در تلگرام برای شما از گذاشته میشه خوشحال شدم که این قسمت رو هم نگاه کردید تا آموزشات بعدی خدا نگهدار